به نام پروردگار هدایت کننده به راه راست. سلام. زمانی که دچار سردرگمی میشیم، گرفتن تصمیمات حساس برامون مشکل تر میشه. در چنین مواقعی باید به ذهنمون فرصت تمرکز بدیم و به هیچ وجه با عجله تصمیم نگیریم. ما توی این مسابقه یاد میگیریم سردرگمی هامون رو مدیریت کنیم. به مسابقه شهروند و مافیا خوش اومدید. آقایون سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به مرحله 1/4 فصل 17 مسابقات شهروند و مافیا. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. میریم سراغ دوره معارف. آقایون صحبت میکنید 15 ثانیه بدون چالش. شماره 1 بفرمایید. سلام رفقا، من علی ام، خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. بچا شهروند بازی صبورانه حمایت کنه، جسورانه اتهام بزن. از نظر من کیان میتونه مافیا باشه، امیر حسین و مسعود و من اتهام میزنم، ولی همه اینا رو ول کن، من فردا فقط امیر قشقایی میخوام. بفرمایید. به نام ایزد معنا. سلام رفقا، من امیرم، امیدوارم بازی خیلی خوبی داشته باشی. علی جان، من اولا خرجم بالاست، دوما منو میخوای باید بیای خواستگاری. آقا از نظر من کیان مافیاست، بین عمو حسن و مصطفی قطعی یه دونه مافیا داریم، امیر حسین هم مشکوکه. تفنگدار ببن، تفنگ بده، تمام سعیمو میکنم مافیا بزنم. متشکرم، بفرمایید. سلام بچه ها، کیانم، خیلی خوشحالم دارم با اتون بازی میکنم. بچه ها من اولین نکته رو بگم، شهروند بازی رو شهروندی من همینجا حساب کنه. از نظر من امیر قشقایی میتونه مافیا بشه، شماره 4 میتونه مافیا بشه و همینطور شماره 9. شماره 9 من فردا یه استدلال عالی برای تو میارم. تو الان صحبت میکنی خودت بهم میگی که باید. متشکرم. اجازه بده من یه نکته رو باید بگم، دلم نمیاد نگم. امیر جوان خوبیه، بهش سخت نگیر. دیر اومده فقط. بفرمایید. سلام بچه‌ها، من امیرعلی هم، خیلی خوشحالم جمعتون بازی میکنم. خیلی خوشحالم که با 9 تا بازیکن بهتر از خودم بازی میکنم. آقا به نظر من علی جوادی شهرونده، امیر قشقایی هم من شهروندم، کیان تو به نظر من مافیایی، من شماره 6 مهرادم مافیا دارم، امیدوارم عمو حسن شهروند بشه. سلام بچه‌ها، من امیر حسینم، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. بچه ها برادران رایت کلی زمان گذاشتن تا بتونن پرواز کنن. شماره 6 من این کار براتون مجانی انجام میدم. شماره 6 قطع به یقین مافیای بازیه. کیان هم مافیای بازیه. هم علی هم امیر جفتتون شهروندید. بفرمایید. سلام بچه‌ها، من مهرادم، خوشحالم تو جمعتون بازی میکنم. برادران رایت چی آقا؟ این رفیقمون مافیای بازیه. من بیسو گذاشتم علی جوادی شهروند بازیه شو با هم بتونیم. آیا رو گذاشتم آیه جوادی بله. شهروند بازی باشه بتونیم با هم بازی کنیم. به نظر من تو مافیایی، آیه کیان مافیاست. بفرمایید نفر بعد. بچه هست من ایمانه، سلام، خیلی خوشحالم دارم با تو بازی. آقا من کیانو مشکوک دارم، مشکوک دارم به این جرمی که تو به امیر تارگت زدی. اتهام. علی جوادی هم به تو تارگت اتهام زده بود، تو چرا فقط به امیر داری اتهام میزنی؟ همه اینا رو ول میکنم، فقط تفنجنگی دست منه، اذیتم نکنید. من اگه شهروند میزنم نمیخواد شما منو اجبار بگیرید، من اینجا خودم میرم آروم. متشکرم. بفرمایید. سلام بچه‌ها، من مسعودم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. آقا دکتر حتما من نجات بده، تفنگ و سالات میشه مال خودت. ببین من از شماره 6 قطعی ترین مافیای بازی میبینم. آقا الان بهت اتهام نمیزدی که بهش اتهام نمیزدی؟ اگه اتهام نمیزدی که هیچ کاری نداشتی، چرا اون مافیاسون صحبت کرده؟ چرا مافیاس به نظرت؟ من 6 قطعی مافیا دارم، تو هم مشکوک دارم، مستفاده. بفرمایید نفر بعد صحبت میکنم. سلام بچه‌ها، من حسنم، خیلی خوشحالم دارم تو جمعتون بازی میکنم. شما هم باید خوشحال باشید چون دارید تو جمع با من بازی میکنید. بچه‌ها من ایمان و شهروند دارم، امیرعلی و قطعی شهروند دارم، امیر و علی هم شهروند دارم، بقیه هرچی مونه مافیا. بفرمایید. سلام بچه‌ها، مصطفی هم بازی خوبی باشه. اولا که مسعود تو که بگیر ما نیستی، فعلا بشین سر جات. بچه‌ها امیر قشقایی من نمیفهم چرا شما میگین شهرونده. بلند شده یه حرف مشکوک زده، گفته بین شماره 9 و 10 یک مافیا هست. چرا باید بین ما یک مافیا باشه؟ امیر مشکوکه، 5 و 6 مشکوکن، مسعود هم مشکوک. بفرمایید. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. رئیس مافیا از خواب بیدار شه. ناتو گروگانگیر تایید
رئیس مافیا و ناتو بخوابن. گروگانگیر رئیس مافیا تایید، ناتو تایید. بخوابه. نگهبان بخوابه. کارگاه بخوابه. تفنگدار بخوابه. پزشک بخوابه. و تکاور شهرمون بخوابه. با الامن روز میشو شهر بیدار. این صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 1. چالش هم برای مسعود میخوام راجع بهش صحبت کنم، بعد من صحبت کنم. ببین امیر قشقایی، تو میدونی چرا مشکوکی؟ تو یک نفری که هنوز صحبت نکرده رو بهش میگی مشکوک، بعد میگه از بین دو نفر من یه دونه مافیا دارم. این نکته تو مشکوکه. مهراد تو یه اتهام از شماره 5 خوردی با یه استدلال مسخره، بلند شدی داری میگی بشین آقا برادران رای چیه، من به تو اتهام میزنم. مهراد حرکتش مشکوک. مسعود تو قطعی مافیایی. تو مگه هنوز معرف نشدی؟ نگفتی منو میخوای گردم بگیری؟ چرا من اتهام نزدی؟ قطعی مسعودم مافیا. بفرمایید. مثلا من ترسم با تو چشم باز بکنم بعد اتهام نزدم، همچین داستانیه؟ خیلی مشکوک دلی دادی. من از ذهن من همسونی سرین پس فقط نمیدونم میبینم مصطفى دشمان اون بلند شده گفته بین 9 و 10 یک دونه مافیا است. نفر دوم بعد چی بگه مثلا؟ بفرمایید. حالش برای ایمان بعد از من. آقا تو با یه اتهامی که خوری خیلی رفتی تو موضع ضعفا. مگه اتهامت با من مشترک نیست این بره بیرون؟ چرا این دفعه شل گفتی؟ آقا خیلی مشکوکه. بین شما سه تا قطعا یه خبرایی هست و خیلی هم خوبه. یعنی قطعا بین تو و مسعود و مهراد دو تا مافیا به نظرم داری. تو مگه اینو دیرو گردن نگرفتی؟ الان چرا میری تو موزه؟ الان بعد اینو قانع کنی اگه شهرونده با تو رای بده به اتهامت که گردنش گرفتی. شل گفتی یا راجع به اون یه نظری دادی؟ امیر داداش و علی شما بر من حسی شهروندی، اما استدلال و دلیل دستم علی. شما دو تاتون دیرو یه اتهام مشترک داشتید کیان، حالا امروز دو تاتون بلند شدید یه اتهام مشترک دارید مسعود. اما من با هیچ کدومتون کار ندارم، من فقط آقای شما رو در میخوام. آقای شما رو در آقای حسن برای چیه شهر؟ آقا شما خورده گرفتی به امیر که بین ما گفته یه مافیاست. فرقی خودت متشکرم. بفرمایید. اگه جفت چالشم برای عمو حسن بعد من صحبت میکنه. بچا از آقای مهرداد مافیای بازیه. چرا؟ چون تو معارف از نفر تارگت خورده، بی اتهام. دلیل اتهام بی دلیل خورده. پامشو به همون اولین اتهامشو میزنه به هم. شما مافیای. ایمان چرا مافیاست؟ ایمان میگه تو چرا به علی جوادی اتهام نزدی؟ تو مگه علی جوادی مافیا داری که من اتهام بهش نزدم برای تو میشم مشکوک؟ ایمان مافیاست. بچا دیروز شماره 9 وقتی امیر قشقایی گفت بین 9 و 10 مافیاست، عدم تایید داد. ولی توی نوبتش هیچ صحبتی در مورد شماره 10 نکرد. امیر قشقایی حرفات بو داره برای من. تو الان یعنی میگی لینک بین من و ایمان و امیر قشقاییه؟ الان ده برات شهروند یا مافیاه؟ نمیدونی؟ تو داری منو مافیا میکنی. اون گفته بین من و این یه مافیا یا شهروند. اگه من مافیا باشم باید شهروند باشه. تو چرا خود در باش اظهار نظر نمیکنی؟ بود آقا بودو بیرون. آقا کیا مافیاه؟ بفرمایید. چالش هم برای شماره کلی جواب بفرم. امیر قشقایی خیلی مشکوک داری حرف میزنی. یعنی تو معتقدی بین ما سه تا دو تا مافیا؟ من چالش سر صحبت دادم به مسعود، استدلالاشو آوردم. اون مثلا گفته علی شهروند بیا منو ول کن یارمو بگیر. چه جوری تو بین اینا دو تا مافیا داری؟ امیر قشقایی خیلی مشکوک. آقا به نظر من 6 مافیای بازی نه. تو به شماره 5 تام میزنی، بعد به سم تام میزدی 5 تا نوبت خودش گفته کیان. به نظر من مافیای بازی. تو اگه میخوای به کیان تام بزنی حداقل یه شانس شهروندی برای شماره 5 باید بذار دیگه، حداقل به 5 تام نزن. آقا شماره 6 به نظر من آقا امیر قشقایی هم مشکوک. یه چالش مسعود گرفته، کل نوبت تو راجع به چالشی که مسعود گرفته داری صحبت میکنی. آقا امیر قشقایی هم میتونه مافیای باشه. متشکرم. ده هم به نظر من مشکوک. چالش هم برای امیر بعد از من صحبت کن.
شماره 6 تو روز معرفی من گفتم علی جوادی شهروند، امیر شهروند، کیان مافیای بازی، تو هم گفتی علی شهروند کیان مافیای بازی، بس اتهامت بر من برای چیه؟ تو که مسیر ذهنیت با من یکی بوده، پس تو احتمال خیلی زیاد میتونی مافیای بازی باشی. امیر قشقایی تو کل برایندت از چالشی بود که تو روز یک داده شده بود و حرفی که علی روز یک زده بود، گفتی بین شما دوتا و اینی که روز معرفی حرف زده یه خبرایی است. برایندت از روز معرفی چی بودش؟ امیر قشقایی هم مشکل. آقا از مهرا تا اونجا دیگه به من تارگت نمیزنید، من از شماره 10 چالش میگیرم، مافیا قطعی به تو معرفی میکنم. آقای جوادی تو مگه صحبت تو با این شروع نکردی که مهراد مافیا قطعیه؟ مسعود اونو گردن گرفته، پس اتهام تو به مسعود بی مورده. برای این میگم بین شما سه تا دو تا مافیا میتونه باشه، خیلی واضحه. ولی من فعلا تا اینجا مافیا قطعی ندارم، از شماره 10 دوستاش به من چالش بده. بفرمایید نفر بعد. آقای کیان معتقده آقای حسن وقتی که آقای مصطفی گفته تو حرف مشکوک زدی، درجا دیسلایک دادی، که یعنی اون عدم تایید، یعنی اون شهروند این از نقش اون میدونسته چی. خب همین کارو تو نوبت معرفه با من کرده، گفته ایمان قطعی شهرونده، یعنی از نقش من. آقا چرا تایم تو حالا چرا 10 یه تارگت میخوای؟ من شما 3 تا رو گفتم شهروند یه تارگت زدم. بفرمایید اتهام. یه لحظه اجازه بدین آقایون، از این بعد کات میدیم اگر تاکید داشته باشین رو انگلیسی صحبت کردن. بفرمایید مصطفی برو اول صحبت کن. استاد مگه تو تفنگ نمیخواستی بلند میشی همین الان از شماره 9 4 تا فکت مافیایی منو میاری؟ استدلال مافیایی منو میاری؟ تفنگ میاد دستو منو میزنی، خون شهروند بلند میشی میری بیرونا. فکت مافیایی من چیه؟ شماره 4 فکت مافیایی من چیه؟ گفتی مشکوک. استدلال مافیایی من چیه؟ گفتی مشکوک تارگت نمیخوره. آقا این دو تا خیلی مشکوکه. من اصلا حرف امیر قشقایی رو قبول نداشتم که بخوام بین خودمون دو تا یک مافیا درام. من به امیر قشقایی گفتم آقا حرفت مشکوک بود، بیام ببین اتهام بزنم. امیر قشقایی من چرا باید تارگت بخورم اتهام بخورم؟ بعد خود علی جوادی داره تو میگه مشکوک، بعد میگه همه ما رو شهروند دارن، مسعود باید اتهام بخوره. من چی گفتم که باید اتهام بخورم؟ ببین من شیشه که قطعی مافیا دارم، بین 3 و 7 یکی میبینم، بین 9 و 10 یکی، بقیه همتون شهروندی. نه اصلا رها کن، ول کن. ببین 3 بلند شده میگه این مافیای بازیه، پس داره از روی این میشوره دیگه، از روی من داره میشوره دیگه. مگه نمیگه این مافیاست؟ این داره از روی من حمزت اولین کلمه. متشکرم، بفرمایید. بذار بدم کیان منو بکوبه. بکوب. بچه‌ها من یک بار دیگه یک چیز ساده رو توضیح میدم بهتون. امیر قشقایی توی معارفه گفته من مثلا این نفر بگه بین من و این آقای مافیاست، من چرا باید عدم تایید سری بدم وسط بازی؟ یعنی یه چیزی از این یه حسی از این گرفتم دیگه. ولی توی چهارچرمند که هیچ نظری نداره، الانم به اون میگه مافیا. ببین کیا اذیت نکنه شهروند، تو مگه شهروند نیست؟ من چرا تموم شده زمانتون آقا برداشته. ببین کیا من آخرین اختیارم رو دارم به تو میدم. احساس میکنم تو شهروند اینقدر صفر داری منو میکوبی، من شهروند. بعد دو نفر از اینجا مثل امیرعلی و امیرحسین تاییدشون تا اینجا میاد بالا. ایمان معتقد من شهروندم، امیرم معتقد من شهروندم، مسعود میگه بین این دوتا شهروند در میاد، درسته؟ پس تو هم احساس میکنم شهروندی، با من جنگ نکن. الان به غیر از من تو کیو داری پسر خوب؟ شماره 6 رو داری، من با تو رأی میدم به شماره 6. بفهم ایمان فکتی مفهومه خدایم. استدلال آقا فردا سر صحبت یکی چالش بگیره حرفای شما رو هفته واسه من زیرنویس کنه، من واقعا نمیفهمم. من گفتم امیر قشقایی واسه من مشکوه، گفته بین 9 و 10 یک مافیا هست، چرا باید مافیا باشه؟ آقا من نقش خودم دیدم، شهروندم، نمیدونم این چیه. این بلند شده من یه تار اتهام زدم میتونه مافیا باشه، ولی من نمیدونم چیه. مشکوک هستش. آقا شماره 5، شماره 6 مشکوک، شماره 4 هم مشکوک. تو دیروز وقتی مسعود گفت شماره 6 تایید تا سقف بالا بود، ولی امروز هیچ اتهامی نزدی، اومدی به من اتهام زدی. متشکرم. مشکوکی. بفرمایید. شهروند علی. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای علی. امیر. کیان. امیرعلی. امیرحسین. مهراد، ایمان، مسعود، حسن، مصطفی. بفرمایید بشینید. من روک دارم بهتون. تنها استدلال مافیایی من واسم بگیری این که این دو نفر یه شهروند مشترک داشتی، من مثلا اون شهرونده رو باز مشترک داشتم، بهش گفتم مافیایی بازی، روز معارفه این صورت گرفته، همینو کردید استدلال، تا اینجا دارید به هم میگید مافیایی بازی.
آقا شما یه استدلال واسه من ندارید. هر کی بولم میشم که شیشم که مافیاست، شیشم که مافیاست. من با علی جوادی که همه تو شهروندشای رأی دادم به کیا رأی نیورد آقا، رأی دادم مسعود اومده بالا، اونم با 4 تا رأی. متشکرم. من چجوری من مافیا بیست و دفاع کن. الان شما معتقدی شما شهروندی باید یه مافیا اومده بالا، مافیا که اصلا اتهام نخورده توی روز. من آقا رو که خیلی مشکوک دارم، ایمان قطعی مافیاست. کارادایی رو زدی زیر بغل 20 بار گفتی آقا من معامله تفنگ کردم به ایمان که قطعی مافیای بازیه. این آقا رو هم من 90% مافیا دارم، رای دهیش با شماست. من 1000 شهروندم. دکتر حتما من نجات میده. آیون بیستید. وای والا دکتر من نجات نده. بیستید آقا. شما به هم حق رای ندارید. رای گیری مجدد برای مهراد. مسعود بفرمایید بشینید. هر دو سابقه دار. ایمان قطعی مافیاست. کارادایی رو زدی زیر بغل به ایمان که قطعی مافیایی بازیه. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از 2 نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییشو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. گروه مافیا بخوابن. کاراگاه بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیراندازی دارید. بخوابه. پزشک، 2 حق انتخاب. بخوابه. تفنگدار، شما حد اکثر میتونید 2 تفنگ به شهر بدین. بخوابه. دست آقایون جلو بر دریافت تفنگ. دستایی که لمس میشه فردا تفنگ خواهند داشت. آقایون دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید. متشکرم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنم. 25 ثانیه با چالش از شماره 10 بفرمایید. راست صحبت کن. آقا هر کی تفنگ داره همین الان باید صحبت من بزنه. همین الان آقا ایمانو میزنه. خون شبم من میرم بیرون. آقا من موافقت اینا گرفتی. خون شبم من میرم بیرون. تمام شد رفت. بفرمایید. خب پس من فعلا به دعوای شما تو کار ندارم تو تفنگ زده شه. ولی من همچنان مهراد مافیا دارم. آقا چی دفاعی کرده که تعیین میگی تو چی رأی خروج ندی؟ حالا تعیین میدی چرا رأی خروج ندی؟ رای خروج فقط من بودم. 5 میلیون امیر قشقایی بوده. مهران 1% شهروندی امروز فقط شما رو چاره میکوبی. یا بفرم همین صحبت اون منطقی دیگه. این آقا 6 تا 7 تا رای آورده. من با 2 نفری که به من رای دادن رای خروج دادم. رای یکم نداده بودم به مهران. 3 تا رای آورده. پس طرف بازی امروز از 6 و 7 و 8 در میاد. منم موافقم بین شما دوتا قطعی یه دونه مافیاست که دیگه الان هم کوتاه نمیان. مهرادم مشکوک. ببین امیر، یعنی تو اعتقاد داری طرف اومده بالا 8 هم شهروند اگه میگی بین این دوتا، چون این داره 0 داره اونو میکوبه،
تو میگی 6 شهروندی بوده که بعدش یه شهر مافیایی بوده که بعدش یه مافیای دیگه اومده، اون دو رأی یه رأی، برای من 6 به نظرم شهرونده. تو رأی خروج دادی، 5 دادی، 2 دادی، درسته؟ اشتباه کردی به 6 رأی دادی، باید به مسعود رأی میدی. الان مسعود بلند شده ایمانو داره میکوبه، اگر من بخوام بین این دوتا انتخاب کنم مسعود مافیایی. بفرمایید آقا، این هم اصلا قطعی مافیاست، اما اصلا تو چیزی دعوا اصلا نباید ورود میکردی. 3 نفر رأی دو دادن به یه نفر دیگه، تو مگه نمیگی اون شهرونده؟ چرا بین این 3 تا مافیا نداری؟ بین مصطفی و امیر قشقایی و 5 چرا مافیا نداری؟ اونجا داری دنبال مافیا میگردی. بفرمایید شما دو تا باید یک نوبت همو ول کنین از نظر من، اما اصلا قطعی مافیاست. خوشی وای به حال روز اینکه شهر، مگه میشه یک مافیا اینقدر؟ آقا این 3 تا به شهرونده چون رد اشتباه کردن. خب مافیان اشتباه نداره که. ببین من 6 مافیا دارم، استدلال درسته، من مصطفی رو شهروندم، امیر قشقایی رو حسی شهروندم، این آقا هم خیلی شهروندم، نمیدونم چرا تو رأی ندی. من 6 مافیا دارم، 9 مافیا، ولی من اینا مافیا دارم. حالا صحبت صحبت نمیشه. صحبت کنم. بچه‌ها من نگفتم بین این 3 تا مافیا، گفتم امیر تو اشتباه کردی. چون نظر من هم امیر تر قبل شهروند بوده هم الان شهرونده. الان بلند شدی دعوای بین 6 و 8 و 7 و ول کردی به من میگید مافیا. بچه چیکار میکنید؟ من قطعی شهروندم. آقا من چالشمو دادم. مسعود من زیر هیچ نقشی نزدم. اما این رأی یک به تو دادم، سر صحبت رأی دو به تو دادم، ته صحبتم تو رو گفتم تو 4 رأی میدی. دفاعت هم من و اتهام زدی، من به تو رأی دو دادم. اگه این کار نکنم مافیا. آقا شما معتقد علی جوادی شهروند اولین نفر بیست شهروندی علی جوادی، من گفتم پایه شهروندی علی جوادی. حالا عمو حسن چرا مافیاست؟ عمو حسن من فقط یه رأی دو دادم. ببین چرا شما مافیات بوده که اگه معتقدی اینا اشتباه این رأی دادن چرا خود یه رأی بین ندی؟ آقا عمو حسن قطعی مافیاست. بله 6 هم مافیاست، من قطعی شهروندم. نفر بعد بابا تو صحبت کن. آقا من میخوام زنجیره مافیایی هم اصلا رو براتون میشنم. میگه امیر قشقایی شهرونده، پس اینو شهروند داری. منم که دیروز بهم گفته بود شهروند، منم شهروند داری. ایمانم که مافیای قطعی تو رای داره، اونم شهروند داری. مهردادم الان شهروند داری، خودت هم میذاریم شهروند، میشیم 5 تا شهروند. علی جوادی هم کمش میگه شهروند. تو زنجیرت با ایراد داره، هم نو مافیاست، احتمالاً 6 هم مافیاست، ولی نو قطعیه. آجی یه دقیقه اصلا تو بازی به من نگید مافیا، اعصابمو دارید خورد میکنید. جدی بلند میشم داد بیداد میکنم تو استیجا. آقا صحنه. من دیروز 3 تا رأی داشتم دیگه، امیر یک، اون رفیقم بود، یه دونم تو بودی دیگه. کیان اولین تا اتهامو به من زد، آجی به من رأی نداد. شما اگه شهروندی اون تقصیر رأیو میخواسته بندازه گردن شما. من دارم جدی صحبت میکنم، حسنو بذار یه نقشی. آجی یه دقیقه صبر کن. ای بابا بفهم چالشم بر تو، ادامه صحبت تو. آقا حسنو بذار یه نقشی. فکر کن 3 نفر شهروندید رأی دادید به من، اون توی این موزه اومده گفته آقا دعوا رو رها کنید، اون 3 تا رأی هم که به من دادنم رها کنید، من شهروند بازی ام، میاد با شما بجنگه، شما برید تو دلش. آقا مسعود قطعی مافیاست. علی بفهم. آقا من یه صحبتی بکنم. بچه شماره 7 دیروز رأی دو داده به شماره 8، شماره 8 سر صحبت چالش گرفته گفته 7 قطعی مافیای بازی، جفتشون به هم میگن مافیا، به این هم میگن مافیا. پس فعلا با 6 کار ندید. آقا از نظر من مسعود مافیای بازیه. این وقتی به تو رأی دو دادیش تو سر صحبت چالش گرفتی، فرار رو به جلو کردی، خواستی اولین اتهامو تو بزنی، پس مسعود احتمال زیاد میتونه مافیای بازی باشه. علی جوادی هم مافیای بازی، دو نفر دارن صفر همدیگر گردن میگن، یه میگن آره بین شما مافیا است، تو اونارو آشتی چرا از بین ما تارگت بفرمایید. اتهام مافیا بلند میشم یه نفر شهروند اعلام میکنم که شما 3 نفر رو بگم اشتباه بازی کرد، که مسعود علی جوادی اینور برای من بلند شد میگم تو مافیایی. دیوانم مگه من؟ کیان تو شهروندی؟ آجی بی خیال نیستی منو؟ یا برمت بیرون امروز؟ با من صحبت کن. آقا تو مشکوکی؟ آخه من بگم چرا مشکوکی؟ تو راجع به مسعود اصلا هیچ فکتی نداری، استدلالی نداری، ولی میگی مسعود قطعی مافیای بازی. مسعود روز قبل یه دونه تارگت هم نخورده، با 4 تا اتهام، با 4 تا رای اومده، تو با بیشتر شانس شهروندی، اگه خود شهروندی بیشتر شانس شهروندی رو برای مسعود بذاری، ولی تو میگی مسعود قطعی مافیای بازی. آقا 6 به نظر من مافیاست، تو میگی 8 و 7 جفتشون ما بین این دوتا مافیا جفتشون گشت، 7 نفر بعد 8 قطعی مافیا، 2 مافیا. بفهم من صحبت کنم. امیر حسین من احساس میکنم تو شهروندی، ولی در نظر بگیر من مافیا اصلا اونجا یه یارم داشته باشه، میذارم یارم اون شهرونده رو بده بیرون، فردا تارگیتش میکنم، بازی یه جوری میچرخونم از روش بر میدارم. مهراد تو 3 نفر بهت رأی دو دادن، از بین اونا مافیا نداری، مافیا جای دیگه است.
ایمان و مهراد با هم میتونن مافیا باشن. از آقای مهراد از نظرش میگه این ستایی که دیروز بهش رای دادن شهروند بازیان، من مافیا دیروز رای ندادم که بیفته گردن اینا دیگه. پس با این ستا شهروند و خودت شهروند، چهار شهروند، ایمانم به مافیا قطعی تو تارگت اتهام میزنه، پنج شهروند، حسنم برای شهروند دیگه، چون تو را زیر دست و پا کشیده بیرون توی روز یک دیگه، تو شش شهروند چیده شده. تا الان باید بگی مسعود این آقا کیان علی جوادی مافیاییم، این چه این چه زنجیره ایراد داره، مهرداد مافیاست، حسن مافیاست. آقا مسعود من نمیتونم واقعا بهش بگم مافیا، به نظر من شهرونده. چالش هم برای آقای شماره 10 بفهم. نه بس صحبت کنم. آقا من کنسه کیانو خوردم، فکری که داره واسه شما و شماره 6 میره خیلی منطقیه. آقا دیروز هیچ کس به شماره 5 نمیگفته مافیا. من هم که یک رأی داشتم واسه همه شهروند بودم. به امیر قشقایی گفتم مشکوک. ما که به هم دیگه اعتماد نمی‌کنیم، به تو رأی دادیم، تو رأی خروج نیوردی. الان تو صحبتم دارم میگم تو مافیا شماره 4 تعیین میده. میگم باید اون اعتماد بزنی به تو رأی نده. هیچ کاریش نداری. وای توفنگ تو بازی هست تا الان من میزد ساید و در بیاره دیگه، میگه داشتین تای بازی چیکار کنیم. آقا یه دقیقه گوش کن، مهراد چی داره میگه؟ میگه آقا عمو حسن کاراگاه بازی استلام مسعود رو گرفته، در صورتی که اون اگه کاراگاه بازی بود استلام توی رو میگرفت که سه نفر بهت رای دادن، پس اون نمیتونه کاراگاه بازی باشه دیگه، درسته؟ ولی از اون طرف هم عمو حسن داره میگه آقا مسعود و ایمانی که هم دیگه رو دارن گردن میگیرن، میگن تفنگ بین ما بخوره، تا عمو حسن حرف میزنه پا میشن جفتشون میگن اون مافیاست، هم دیگه رو ول میکنن. پس نمیتونه اون مافیا باشه. کیان تو هم میتونی الان دیگه مافیا باشی، فقط داری دو روز حسن رو میکنی. نفر بعد من چالنجم برای چالش تو برایند کل دیروزت این بودش که این بنده خدا مافیایی بازی اون بلند شد استدلال دفاعیش اوور، تو لایک دادی دیروز چرا رای ندادی؟ الانم باز داری میگی شماره 6 مافیایی بازی. آقا از نظر من 4 هم میتونه مافیایی بازی باشه. امیرحسین همه اینا زمانی شکل میگیره که تو 6 رو بدی بیرون، 6 رو بخونه مافیا، بعد بگی این یار اون بوده بهش رای نداد. آقا من کیانو خیلی الان شهروند دارم، مصطفی رو شهروند دارم، امیر قشقایی رو با خودم میشیم 4 تا شهروند. شهروند اگه بین شما باید با این تیم ما بازی کنه امروز. از نظر من مهراد تو بین رأی دعای خودت مافیا نداری داداش. من دیروز صحبت تو رو گرفتم نشوندم تو بازی که امروز به یه برایندی برسی نرسیدی. اما اصلا معتقد مسعود قطعی شهرونده. 5 ثانیه زمان برای استفاده از تفنگ. میریم سراغ رأی گیری برای علی. امیر، کیان، امیرعلی، امیر حسین، مهراد، بیستید لطفا. ایمان، مسعود، بیستید آقای مسعود. حسن، مصطفی، بفهمید بشین. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 6، 8 و 9. آقای مهراد بیستید و دفاع کنید. آقا من مافیا، من اگه مافیا بودم آقا من دو روزه دارم من بیشین پاشون میشم، هی به من رنگ میدید من میشینم زمین. آقا امروز رأی بدید من برم بیرون. جدی دارم با تو صحبت میکنم، شهروندی دارم با تو صحبت میکنم. گیر گرفتارمون کردی آقا. من میگم مسعود مافیای دوباره با 6 شما میام بالا، این دفعه مسعود بیاد بالا. حسن آقا اگه مافیا باشه موقعی که تفنگ هست امتیاز اصلا بخری، نمیاد تو دل مثلا سه تا اون رأیایی که به من دادن اونم هم تارگت کنه، رج میکنید اون میره بیرون دیگه. آجی شما دیروز به من میگفتید مافیا باید رأی میدادی، های کیان، های امیرعلی. بفرمایید. حاجی تو چرا اینجوری بازی میکنی؟ تو شهروند چه نمیز شهروندی تو داره شماره 6 میخره. زمانی که همه ما داریم میگیم تو مافیایی، این داره نمیز شهروندی تو میخره، پس تو شهروندی. هم 6 مافیاست، هم 7 مافیاست. رأی تو بده، نترس. اصلا نترس، رأی تو بده. ببین 6 قطعی مافیاست. فقط به 6 نمیره امروز. من دارم میگم دکتر من نجات باز من میام تو دفاعیه. امروز اگه من یه دونه تام خوردم، چرا من تو دفاعم؟ فقط به 6 نمیدین. دیروز 6 اومده بعد من امروز متشکرم آقای حسن بیستید و دفاع کنید. از سایت فقط از 6 در میاد. طرف بچه ها من که شهروندم، هم اونی که تو دفاعی است به من میگه شهروند، همین یکی تو دفاعی به من میگه شهروند، پس من قطعی شهروندم دیگه، فکت از این واضحه.
استدلال. اگر من بخوام بین این دوتا مافیا باز میگم مسعود مافیه. چرا؟ چون دیروز اون با 5 رای اومده، این با 4 رای، اون با 2 تا نشسته، این با 1 دونه نشسته. خب این فکت با 1 دونه نشسته، خب اون با 3 تا نشسته، این با 1 دونه. پس این دلیل مافیاش بیشتر از اون یکیه دیگه. حالا باز خودتون میدید، میخوای به مهراد رای بدید، به مسعود رای بدید. آقایون بیستید. بیستید آقایون. شما به هم حق رای دارید، رای گیری مجدد برای مهراد. مسعود، حسن، مهراد، کلام آخر. بچه من که شهروند بودم، کاری ندارم. بعد من آقای ایمان و آقای مسعود رها نکنید، اینا معتقدن سایداشون مختلفه، به من رأی دادن جفتی با هم. آقا من شهروندم، فردا رد خون من تویی، نمیمونی هاچی تو بازی. شهروندم باشی نمیمونی تو بازی، شما نذاشید من بازی کنم. بین شما ستا اگه شهروند هست جن زد. برای اولین بار تو تیمه من با رای گیری رفتم بیرون توی تلویزیون. حسن باشید، آقای مهراد پشت صحنه همراه باشید لطفا. با الامن شب میشه و شهر به خواب میره. نگهبان، شما میتونید از دو نفر در مقابل گروگانگیر محافظت کنید. بخوابه گروگانگیر. کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا به جز گروگانگیر. سریعتر گروه مافیا بخوابند. کاراگاه. بخوابه تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تک تیر اندازی داریم. بخوابه پزشک. دو حق انتخاب. بخوابه تفنگدار. شما حد اکثر میتونید دو تفنگ به شهر بدین. بخواب دست آقایون جلو برای دریافت تفنگ. دستایی که لمس میشن فردا تفنگ خواهند داشت. این دستاتون رو بندازین. عزیزانی که تفنگ دریافت کردن تایید، متشکرم. با الامن روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 2. آقای امیر خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. بفرمایید. درخواست اعلام وضعیت. رأی میاره دو نفر از دست دادیم. یک مافیا هم توش نبوده دوستان، هر دو شهروند. شماره 9 حسن مشقیه. 1 دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 5 به این سمت صحبت کنید. مهراد شهروند، من شهروند، مصطفی رحمت تو شهروند داری. 3 نفر رای دادیم شماره 9. تفنگ همین الان شماره 9 میزنه. خون شهروند، من تو رای میرم بیرون.
قطعی آقای شماره 9 مافیاست، ایمان مافیاست، یه مافیا هم اینجا نشسته. کیون تو شهروندی؟ چرا دیروز به اون رای دادی؟ به تام خودت رای ندادی؟ قندتون رو امروز میگیرم. بفرمایید. آقا از نظر من قطعی بین 7 و 8 مافیا است. جفتشون میگن اون یکی مافیایی بازی، جفتشون میگن هیچ کدوم شک نمیکنه. تو دفاعی میگن این بره. آقا قطعی بین این دوتا مافیا است. احتمال خیلی زیاد مسئول تو دیروز رای دادی به این؟ آقا اینم احتمال خیلی زیاد مافیای بازیه. 8 9 نمیدونم واقعا. چالش هم برای اینا. آقا علی جوادی و هش قطعی با هم یارن، قطعی. علی جوادی تو معتقدی یکی که به این رای نده گفته این قطعی شهرونده مافیاست، شما ستا که به این رای دید شهرونده. دو روزه اما اصلا داره میگه این مافیا میگه، اما اصلا بشین تو شهروندی. دیروز که من میگوتم شهرونده، تو من میگی تو مافیایی. بفرمایید چیه؟ قطعی ما مافیا بازی، قطعی اما اصلا مافیا بازی. تو معتقدی 8 مافیا بازی، دو روزه تو مچشو گرفتی هر روز میاد دفاعیه. و 9 دیروز هم به 8 رای یک داده، هم به 7 رای یک داده، ولی میگه فقط مسعود با خروجی شربش. مسعود دو روزه یه دونه اتهام میخوره، هر روز میاد دفاعی. قطعی شهروند ایمان مسعود و مافیاش با مافیا ذهنیش دیروز رای خروج داده به این. آقا ایمان مافیا بازی، عمو حسن هم مافیا بازی. بفرمایید امیرعلی یک برای چیه؟ شهروند. شهروند تو بلند شده با تفنگ منو زده، با 3 نفری که رأی دادن معتقده منی که طرفو شهروند اعلام کردم، گفتم قطعی شهرونده، منو با تیر داره منو میزنه. بعد تو اگه مافیا نیستی پس چیستی؟ الان دیگه دیره به من لایک میدی؟ بفهم بچه راست گوش بدید، یه سی رو من دیدم شما هم باید ببینید. شماره 1 به شماره 10 گفت چالش نگیر، اینو داشته باشید پس ذهنتون. اینو من دیدم، من دیدم دیگه، من دیدم شما هم باید بدونید. اما اصلا ولی من تو رو مافیا دارم دیگه، من دیروز 2 تا اتهام صحبت نباشه خالص نمیدونم، ولی به نظر من دیگه قطعی بین 7-8 مافیا در میاد دیگه. ولی من واقعا نمیدونم تفنگ بزنه بین اون دو تا، من نمیدونم. آقا من چالشمو میدم به مسعود، لطفا چالش به من برگرد و فقط برای اینکه شایبه بینتون برطرف شه. اون گفت تو مسعود مافیایی، چالش میگیرم فکتتون رو میارم. گفتم من چالشمو چالش میگیرم دلیل این نکته اول. نکته دوم، آقا مهراد شهروند بوده، من که میدونم شهروندم، اما اصلا من با مصطفی سه تایی به تو رأی دادیم، تو 3 رأی آوردی. کیان دو روز پا گذاشته رو خرخره تو، به تو رأی 2 نمیده، رأیشو میده به اون رفیق. من این رفیقمون امیرحسین و قطعی شهروند دارم، مصطفی شهروند، مسعودم شهروند. بین این 4 تا 3 تا مافیاس، برگرد به بازی اگه شهروندی. ایمان از نظر من مافیاس، بین این دو تا یه مافیا مثلا قطعی. آقا من دیروز تو دفاعیه بودم، سر صحبت گفتم ایمان تفنگ بخوره، گفتم تفنگ بخوره تو دفاعیه، گفتم اینا با هم مافیان. بهش گفتم نه ترس، رأی تو بده به من. ترسیده رأی نده، رأی ده به اتهام من. پس ایمان قطعا مافیاست. حاجی تو یه سوتی دادی مافیا داره ازت سوتی می ازت داره سواری میگیره. واسه علی جوادی بعد از من نکو. علی جوادی من عمو حسن رو چرا مافیا میدم؟ عمو حسن معتقد بوده 6 شهرونده، مسعود بعد از یه شهروند اومده بالا مافیای بازی. خب من مافیا تو رو حمایت کردم، شهروند اتهام زدم، تو باید من اتهام میزنی. ولی الان تو داری یک استدلال لغ میاری، بلند شدی میگی اون شهروند بوده، تو شهروند بودی، من شهروند به این رای دیگه نرفته بیرون. خب یک شهروند اجماع شده رفته بیرون، چه نیاز بوده مافیا به این رای بده؟ پس تو مشکوکی به چهار نفر بعد قبول داری بین رای دوای مهراد مافیا بوده دیگه. آره. قطعی مافیا بوده. 4 نفری که رای دادن کیا بودن؟ الان چرا من باید اتهام بخورم؟ من که اتهامم فقط بین ایناست. نکته اول. نکته دوم در نظر بگیر، اما اصلا شهرونده، من شهروند، مهراد شهروند، توی شهروند داریم روش اشتباه میکنیم. مافیای بازی شیش رو خورش کرده، رای میده اما اصلا میره بیرون، فردا بشه اتهام میزه. ولی من بازم کنم امروز از بین این 4 تا باید مافیا بریم. ببین علی جوادی، من مافیام، روز یک میگم امیر شهرونده، مهراد شهرونده، الان اینی هم که داره به تو اتهام میزنه بازم من میگم این شهروند. بعد تو اعتقاد داری باز من مافیام؟ زنجیره مافیای من میشه من، ایمان، کیان، این ستا رو داری میگی؟ شماره 4 من دارم امیرعلی رو میکوبم، تو به من میگی مافیا، به اونم میگی مافیا؟ مگه تو میشه انقدر متوجه نشی؟ بعد تفنگ تو وضعیت قرمز سر من خالی میکنی. بچه علی جوادی مافیاه، امیرعلی هم قطعی مافیا. بفرمایید. بعد یه سوال، یه نفر بعد شماره 5 بعد چیه؟ علی جوادی تو اولین نفری بودی که ما دوتا رو گفتی بین اون یه مافیا دارم، و اولین نفر بودی که تو با امیر به این اتهام زدی. چی میشه الان؟ میشه من مافیایی میشه شهروند؟ آقا دیروز من گفتم تفنگ جنگی روز معارفه دست من باشه، گفت تو یه نقش بلند کردی که اون نقش من نیستم، فکر کردم خودشه. فردا اینو جرن گرفت، گفت این میره بیرون، نترس من رأی بده، یه نقش دیگه بلند کرد. امروز که بلند شده میدونه، میگه هر دوتا شهروندم. من فکر کردم یه شما یه مافیا رفته. بفرمایید
آقا تفنگ جنگی قاعدتا باید تو بازی باشه دیگه، بزنه سریعتر، طرف بازی مشخص باشه. اما اصلا تو شهروندی، من مافیا دیوانم، یه درنگ دادم شهروند رفته بیرون، سر صحبت تفنگ میکشم، تو رو بزنم سایتو بخونه خودم تارگت بکنم. اگه شهروندی از من فاصله بگیر، بین این چهار تا امروز بعد مافیا بدید بیرون. خب بین این چهار تا میخوایم بدیم بیرون دیگه، منو که شهروند داری الان به اینم میگی شهروند دیگه، الان بهش میگی شهروند بدن دقیقا بگی دیگه. پس تو میدارید حسی شهروند میبینی، چهار و پنج کدوم شهروند میبینی؟ پنج شهروند میبینی. خب ما رأی بدیم ایمان بره بیرون دیگه. آقا ایمان به اتهامش رأی خروج میده. من دیروز بهش گفتم جرأت داری رأی بده، ترسید رأی نداد، پس فقط ایمان میره بیرون. من چهار و شهروند دارم. بفرمایید. اما دو سه نت من چالش میخواد بهش نمیدم، ببخشید. امو حسن تو داری میگی شماره 4 اتهام زدی دیگه، درسته؟ از روز یک داشتی میزدی، دیروز بازی من امیر قشقای شماره 5 به شماره 4 رأی دادیم. اگر شماره 4 موافقه شهروند صداد بعد من شماره 5 باشم، نه که از من ورتی 5 شه. آقا تو مشکوکی، تو تفنگ جنگی، اگر هست الان ایمان رو بزن، یا 4 یا ایمان. آیه مصطفی تو شهروند یه لحظه گوش بده حرف منو. آقا تیماپ مافیای و شهروندیش خطا داره. میگه علی جوادی تو شهروندی، کی بره؟ میگه ایمان. میگه از بین 5 و 4 کیو شهروند داری؟ علی جوادی میگه 5. 5 داره من میگه نه ایمان نره، 4 میگه ایمان بره. آقا هر کی تفنگ داره مسعودو بزنه. آقا دو روزه یکی داره به تو میگه مافیا، تو امروز بهش میگی شهروند، دیروز بهش میگی شهروند. بفرمایید. این دو تا گفته تو بری بیرون، این نره بیرون. فرمان بفرمایید. آقا فقط مسعود باید بره. 5 ثانیه زمان برای استفاده از تفنگ. تفنگ داره. تایید میشه. ایمان رو میزنم. ایمان وصیت. آقا من شهروند بودم، میفهمی؟ هیچ چیز دیگه کاری ندارم. امروز فقط کیان میره، فقط کیان میره. آقا تو تفنگ داره پشت بکی ولمان کن. ایمان، ایمان با طرف مافیا رقابت رو ترک میکنه. ایمان خسته نباشی، پشت صحنه همراه باش. میریم سراغ رأی گیری. رأی گیری برای علی. کیان، امیرعلی، امیر حسین، مسعود بیستی، حسن، مصطفی. سه نفر از خودشون دفاع میکنن، شماره های 4, 5 و 9. آقای امیرعلی بیستید و دفاع کنید. آقا مشکلتون چیه واقعا؟ من تو رو درک نمی‌کنم. من تن خودم گفتم نوبت خودتون. نوبت خودم گفتم ایمان قطعی مافیای بازیه. نه مافیای بازیه. تفنگ خورده سر ایمان، خونده مافیای بازیه. تو بازم به من رأی میدی؟ تو من مچ منو ول کن آقا. مچ منو ول کن. نه مافیای بازیه. 5 مافیای بازیه. میگن تفنگ مسعود بخوره لایک میده. 5 مافیای بازیه. 9 مافیای بازیه. آقا یک لحظه گوش کنید. وقتی که یک جنگ روز دو بازی بین 7 و 8 اتفاق افتاد، الان میگید مسعود شهروند 7 مافیای بازی دیگه. من مافیا مگه دیوانم هی بگم به این جنگ برسید، به این جنگ برسید؟ یه درصد شهروند رفتش بیرون، یارم بره بالا درخت. من قطعی شهروند بازیم. احتمال تو که قطعی شهروندی، تو هم شهروندی. از نظر من شوره دم شهروند 7 اولش داشت یه سر تو رو میگود. ما 4 تا شهروند بازیم. بین این علی و شماره 9 دو تا مافیا در میاد که احتمال زیاد علی نمیخواد جنگ بین دو تا یه شهروند و یه مافیا بیفته. میخواستش یه مافیا شهروند. آقای حسن دفاع کنید. جنگ بین یارش نیفت. ببین کیان، تفاوت سطح بازیه دیگه. من 3 روز دارم به تو میگم تو شهروند بازی، تو 3 روز دارم میگی من مافیا ام بازی، درسته؟ بچا شماره 5 روز 1 با شماره 10 که من احساس میکنم شهرونده، با شماره 2 که شهروند بوده رأی داده به شماره 6، درسته؟ اون که رفته بیرون شهرونده. علی زواری تو همینو شهروند دادی. کیان تو همینو شهرونده. پس کی مونه مافیا؟ مونه شماره 5 دیگه. من که قطعی شهروندم، باز بین این دو تا یه مافیا در میاد. به نظر من شماره 5. متشکرم آقایون. بیستید. بیستید آقا.
شما به هم حق رأی دارید. رأی گیری مجدد برای امیرعلی، امیر حسین، حسن. آقای حسن بفرمایید بشینید. آقای امیرعلی بفرمایید بشینید. امیر حسین کلام آخر. آقا اب نداره، من که شهروند بودم، ولی احتمال خیلی زیاد علی و چهار احتمال خیلی زیاد از نظر من میتونن مافیایی بازی باشن. تو شهروندی، تو هم شهروندی، تو هم شهروندی، منم شهروندم. علی رو مرایی میکنم. آقای امیر حسین نگهبان شهرمون هستند و با نقش شهروند ساده ادامه خواهند داد. اما اصلا فرده میره. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. خوب داره گروگانگیر بخوابه. گروه مافیا به جز گروگانگیر. بخوابن. کاراگاه. بگیر یک کنی جوادی، یک کنی بگیر. توفنگ زده چیه نگاه میکنی؟ آها بخوابه. تکاور، اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکتیر اندازی دارین. بزن دیگه، کیو میزنی؟ الجاودیو پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 8. مسعود خسته نباشی. قدیم ما ماسک داشتیم، خواستم ماسک بزنم برم. پشت صحنه همراه باش. آقا این ستا به شهروندشون رد اشتباه کردن. خب مافیاست، هم 6 مافیاست، هم 7 مافیاست، قطعی مافیاست. فقط به 6 نمیره امضا. یک دور صحبت میکنید، 25 ثانیه. با چالش از شماره 9 به این سمت. چالش هم واسه کیان صحبت. ببینید بچا، علی جوادی میتونه مافیا باشه. آفره. چرا؟ چون اونجایی که با تفنگ مشخیش شماره 9 زد، گفت تفنگ شماره 9 نزنه، در صورتی که تو گفته بودی اون قطعی مافیاست. یا یعنی پیداشتی بسش میچیدی من بودم. امیر حسین تو شهروندی، منم که قطعی شهروندم، اینو مطمئن باش. بین این چهار تا دو تا مافیاست. خب این کیان تو اعتقاد داری مصطفی شهرونده، منم که خودم میدونم شهروند، تو هم شهروندی، اتهامت علی جوادیه دیگه، درسته؟ علی جوادی روز قبل با تفنگ منو زده، دعوایی که اول صحبت هشت مسعود ایمان با هم داشتن انجام نده، اسراق و نقش مرداز. من احساس میکنم شب یک این بنده خدا تکاور بوده رئیس مافیا رو زده. احساس میکنم، احساس همینه که کسی بیرون نرفت که بلند شده بود بهش میگفت اینجوری. پس علی جوادی مافیای، اگر چه این وقت برات بچیا شال شماره 4 دیگه بفرمایید. حالش واسه شماره 5. کیان اولین آخرین بار به من اتهام میزنی. من شب شده روز شده به ایمان گفتم اگه تو تفنگ دست نمیاد منو بزن، بعد دیروز بزن هر کی تفنگ داره ایمانو بزنه. پس من شهروندم، تو شهروندی، امیر حسین شهرونده، هر دکی بشینی 4 مافیاست. یعنی بین این دو تا یک مافیاست، این دو تا که با هم نیستن. پس شماره 4 مافیاست. آقا فکت بعدیشو میارم. علی جوادی میتونه یارش باشه. چرا؟ چون به شماره 5 اختار میده که بذار شماره 6 بره بیرون. اگر مافیا علی جوادی چالش. آقا من چالش داشتم. یه لحظه کیان خوب گوش کن. روز یک علی جوادی بلند شدش، یه دونه شماره 8 مسعود رو تارگت کرد، یه دونه شماره 6 اتهام زد، جفت شهروند بودن. فردای بازی یه دونه توی شهروند و اتهام زد، یه دونه نوعی که شهرونده. حالا چرا 9 شهرونده؟ هفته بازی وقتی
صحبت کن مصطفی. علی جوادی روزی که هنوز شماره 6 نرفته بود بیرون، این اخطار رو به شماره 5 داد که صبر کن شماره 6 بره بیرون. اگر مافیا خون ساید شماره طرف شماره 4 میتونه مافیا باشه. یه دلیل دیگه آقا، من یک فکت یک سوتی از شماره 4 گرفتم، گفتم شماره 6 مافیاس، اون تایید گفتم برای چی تو رای دادن ندی؟ سه نفر بهش رای دادن، نگهبان، من که شهروندم، امیر قشقایی، یک مافیا رای ندادم. آقا شما واقعا دارید منو اذیت میکنید. من مافیام 3 روزم اصلا نمیتونم بدم بیرون. کسی بودم که گفتم مسعود شهروند ایمان مافیاست، به مهراد شهروندم رأی ندادم، بی‌نظیر بازی کردم من مافیا. تو داشتی اتهام می‌خوری، گفتم پنجم شهرونده. به کیان گفتم چرا مافیایی؟ چون به نه اتهام نزدی. 9 و 4 هر دوتاشون مافیان بچه‌ها، سمت شهروندی من که نمیتونید بیاید هیچ کدومتون. تو شهروندی رفیق دیروز تو دفاعیش بلند شده تماما چالش بده. بفرمایید علی جوادی صحبت تماما داشته استدلالای تو رو می آورده. مسعود منفردی که من شهروندش شدم به من که گفت رأی بدی 5 بره بیرون، من رأی دادم. اما اصلا قطعی مافیاست، 4م قطعی مافیاست، بازی در اومده. چرا میخواید اذیت کنید؟ من شهروند نباید اتهام بخورم. تو و تو وظیفتونه که نذارید من. بفرمایید اینا جفتشون مافیا. بچه ها به نظر من عمو حسن، آقا من حس شهروندی ازش گرفتم دیگه، چیکار کنم؟ 3 روزه داره میاد دفاعیه نمیره. بعد مثلا شما میگید دو تا شهروند اومدن دفاعیه، بعد یه مافیا اومد دفاعیه، چون روز دو بازی مهرداد شهروند اومد دفاعیه، مسعود اومد دفاعیه، شماره 9 اومد دفاعیه. یک استدلال دیگه هم هست اینه که من شهروند داشتم به 6 و 9 اتهام میزدم. من انقدر بلام روز دو تا یه شهروند مافیا اومدم دفاعیه. مثلا من این دو تا نه اول صحبت کنم. آقا کیان اگر یاره شده ده که بهش میرسه، پس من شهروند صد شرم، اونم که نگهبان خودم که شهروندم، میمونن 3 نفر دیگه. اون که با تفنگش اینو زده، پس بین این دوتا میشه یک مافیا. فقط شماره 4 امروز میره بیرون دیگه. آقا کی گفته تو شهروندی؟ تو روزه یک همراه 2 نفر رای دادی به شماره 6 شهروند. من اگه اراده میکرم 6 شهروند پوش شده بود رفته بود. قطعی 10 مافیا بازیه. فشار منو گرفتید شما. 10 مافیا بود. امروز 10 میره بیرون. علی جوادی مافیا بود. تفنگش رو زده 9 میگه 9 شهروند بوده. بیا امروز ایمان رو بدی بیرون. 8 رو بدی بیرون. 6 رو بدی بیرون. آقا علی جوادی مافیا بود. 10 مافیا بود. تو نمیخوای قبول کنی 10 مافیا بود. بفرمایید. کیان تو بعد از من صحبت کن. بعد علی جوادی فردی که داشت یه جنگ بین یار، احتمال خیلی زیاد بین یارش و شهروند شکل میگه، گفت به این جنگ کار نشه باشید. 9 مافیاست. وقتی که 9 گفتش ایمان تفنگ بخوره، ایمان داشتش حسن رو قادم کرد که منو شماره 10 اگه شهروند داره بعد تفنگ 8 بخوره. بس احتمال خیلی زیاد اونم شهرونده. ما 3 تا شهرونده بازیم. پس علی کل براینده بازیش داشته شهروند تارگت میکرده. از نظر من اتهام میکرده علی مافیای بازی. بین 10 و 4 هم یه مافیاست که احتمال خیلی زیاد 4. حالا باز هرچی تو بگی من با تو بازی میکنم. ببین حرفت منطقیه، ولی اینو بدون دیگه، من و تو یا با هم حظ میشیم یا با هم میریم بالا. واسه امروز رای بدیم علی جوادی بره بیرون، چون علی جوادی میشینه دیگه. آقا علی جوادی با تفنگش یک نفر رو زده، با مشقی اون طرفو زده. پس تو با 2 تا نقش بلند کردی دیگه. یا کاراگاهی بود که استلام رو داشتی گفتی ول کنی، تو فنگدار تو به من میگفتی مافیا اون روز. رای گیری میکنیم. رای گیری برای علی. کیان بیستید، بیستید. امیر علی، امیر حسین، حسن، مصطفی بیستید. آقای علی دفاع کنید. جدی کیان اگه یار زدی که نوش جونه، چون فقط یه مافیایی که خیلی موزه داره الان میتونه من شهروندو بیاره تو دفاع. من مافیام 5 داشته از روز یک، هر کی میگفته 5 چیه میگفتم شهرونده. مسعود منفرد شهروند داشتم، امیر قشقایی شهروند داشتم، اتهامم ایمان بوده. من کی به مسعود اتهام زدم؟ به تو گفتم چرا به اتهام خودت رأی ندی؟ یار من 4، من با رأی این اومدم تو دفاعیه، من رأی دادم 4 رأی اومد تو دفاعیه، 9 به زور اومده. تو اگه شهروند نیستی من اون با تیم تیم 9 اومده تو دفاع. من برم بیرون همینجا بازی تمومه. فقط آقای حسن و دفاع کنید. این کیا میدونی تو و امیر حسین چرا دارید میرید بالا؟ به خاطر اینکه جفت تو منو شهروند دارید، علی جوادی مافیا تو وضعیت قرمز. حالا ما میگیم آقا شماره 10 شما میگی تیم میت اینه دیگه، شماره 4 میتونه شهروند باشه، هم تیمی اینه، شماره 4 میتونه شهروند باشه. تو وضعیت که بلند شده میگه شماره 10 بره بیرون، به شماره 1 هم همراه با ما رأی میده، پس اون میتونه شهروند باشه. امیر علی تو امروز رأی تو به علی جوادی بره بیرون، قطعا بازی ادامه داره دیگه. آیون بیستید.
شما به هم حق رأی ندارید. رأی گیری مجدد برای علی. حسن بفهمید بشینید، به سوابق اضافه میشه. کسی نرفته. با اله من شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. بخوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. بخوابن. کاراگاه. بخوابه. تکاور. اگر شما مورد حمله گروه مافیا قرار گرفته باشید حق تکفیر اندازی دارین. بخوابه. پزشک. یک حق انتخاب. بخوابه. با اله من روز میشه و شهر بیدار. یک دور صحبت میکنید. 25 ثانیه با چالش از شماره 1 بفرم. علی بدم. استاد بفرم. شماره 4 مگه نمیگی دقت این مافیای بازی 10 داره به علی رأی نمیده؟ تو برای چی به علی رأی نمیدی؟ شماره 4 قطعی مافیای بازی، من قند تو میگیرم. علی جوادی دو تا شهر قطعی به تو رأی داده. یار بی غیرت، اون کی بوده به تو رأی بده؟ بره بیرون شات بزن تموشه. علی مافیای بازی 4 مافیای بازی. آفرین. آقا از نظر من 9 که قطعی مافیای. من الان کیانو مافیا دارم، اون به من رأی نداده. من نمیتونم به اون بگم. دیروز بازی رأی دادم. چرا رأی ندی بیا تو دفاع؟ چرا رأی ندادید بیا تو دفاع شماره 4؟ فقط رأی من و مصطفی رو داشت. 9 مافیاس، 3 هم مافیاس. آقا کیا من دیگه به تو نمیگم شهروند. تو به من رأی دو دادی تو این وضعیت. اون به من رأی نداد، مصطفی هم رأی نداد. من بفرمایید نفر بعد. آقا چالشم برای شهروند قطعی بازی هم حسن. دیروز بازی دو تا شهروند بتونه. تو در صورتی میتونی بگی نه مافیا که خودت مافیا باشی، یار تو دفاع، یار مافیا دفاعی باشه، رأی نده تو بری بیرون. علی جوادی امروز میره بیرون، فردا تو میری بیرون. اینجوری نکنه، قندتونو میگیرم. چرا رأی ندید دیروز بره بیرون؟ بین شما تا یه دونه مافیاس امروز باید بفروشه، چون منی که با تفنگ شهروند دارم و نگهبان ندیدین میندم. بفرمایید. آقا من احساس میکنم تو شهروندی، علی داره رأی تو رو میخره. به سر خود داره رأی تو رو میخره. تو باهاش رأی دادی به اون. چیزی میشه بچه امروز من شما ایشون رأی می، تو باد رأی دست تو آخر سر من منم تو دفاعی 4 روزه دارم میگم شهر و قند کیو میخوای بگیری؟ سرویس کردی منو تو این بازی. بفهم. بازی من خراب کردی. رأی من علی جوادی بره بیرون دیگه. آه چالش میخواد. خب اصلا دیگه داد و بیدادم نداره، چون ما سه تا رأی میدیم. بین شما دو تا هم یه شهروند یه مافیا. جفتتون رأی میدید برای جوادی. یعنی قید امتیاز منفی یا رأی ها رو بدنید ها، چون باید علی جوادی بره. میتونید رأی ندید، فردا خودتون همونو برید بیرون. من نبودم، اون احتمالاً شهروند است. آقا یه دقیقه گوش بده، بازی رو خراب نکنید. من فکرم رأی نمیدید. من صادقانه فکرم رأی نمیدید. من گفتم 6 نفر رو گفتم صادقانه رو بگم رأی نمیدید. این دیدم سرشو اینجوری کرده، تو هم اینجوری داری نگاه میکنی. من فکرم رأی نمیدید. خب من که اگه میخواستم مافیا بدم رأی میدادم به عمو حسن دیگه. چرا همچین کاری بکن؟ آقا الان امروز علی جوادی میره بیرون دیگه. باش آقا تو با من دستن. امروز علی جوادی میره بیرون. چالش. چالش هم برای علی بعد از من صحبت کن. یه لحظه داشتم به این فکر کنم، فکر کن عمو حسن مافیا بشه یارش رأی نه. حالا ولش کن دار. علی جوادی تو تیمات مشکل داره. روز دو بازی بود فکر میکنم 3 نفر اومدن دفاعی، وقتی یک شهرونده 4 رأی خروج آوردش، اون مسعود هیچ رأی خروج نمیورد، عمو حسن 4-3 تا رأی آورد. پس به نظر من عمو حسن شهرونده. آقا تو تیمات مشکل داره دیگه، تو تیمت مشکل داره. میگی کیا مافیای بازیه؟ عمو حسن مافیای بازی. این با عقل جور در نمیاد. این میتونه شهرونده رو بزنه. که قطعی تو دفاع بوده. من مافیام شماره 4 این تپان داره به من رأی میده. من باید چیکار کنم؟ 4 نفر رأی دادید، یک شهروند از بازی خارج شده. من رأی ندادم، گفتم بین شماها باید مافیا خارج شه. تو با تفنگ ایمان رو زدی. من بفرمایید نفر بعد. ببین امیر علی اذیتم کردی دیگه، اذیتم کردی. بچه‌ها من چیکار کنم؟
این من شهروند داشتمش، تو رو شهروند داشتم، دو رو شهروند داشتم، روز یک رأی دادید به شهرونده. بعد بلند شدم من مافیا گفتم آقا این سه تا اشتباه کردن، امیر قشقایی تو اشتباه کردی به شماره 6 رأی دادی که شماره 7 ایمان هم من سوء استفاده کنه، علی جوادی فرداش بلندش تفنگ رو سر من خورد کنه. پس علی جوادی قطعی مافیا دیگه، فکت از این ساده‌تر و آروم‌تر. بعد دیروز رأی میدادی چالش کیان بعد از من. کیان واقعا روت میشه به من نمیگی شهروند صد، به این میگی شهروند صد؟ یک مافیا رفته با تفنگ تو، در صورت که من توی اون روز میگفتم هر کی تفنگ داره ایمانو بزنه، استاد داشته ایمان رو حمایت میکرده، مسعود رو اتهام میزده. من نمیگم این مافیاست، آقا تو جای خودتو بذار جای من. یک نفر با تفنگ زده، یک نفر نگهبانه، خودت هم که میدونی شهرونده، دو نفر که دارن به همدیگه میزنن، یارشون کی میشه؟ میشه چهار دیگه، دوتا میخواین چهار رو بفروشن، بسید چهار اول بره. بفرمایید آقا. ساده ترین استدلال بازی اینه که دیروز بازی من شهروندی که با تفنگم یک مافیا زدم به همراه نگهبان رأی دادیم به شماره یک. آقا تو مگه نمیگی دیدی رفع کرم رأی نمیدی؟ تو اولا خودت گفتی نه رأی ندیم بذاریم شب شه. دو تو که دیدی ما رأی دیدی خوبی، رأی تأخیر داری، حداقل ما بفهمیم طرفت کیه. متشکرم. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای علی. بیستید. کیان بیستید. امیر علی، امیر حسین، حسن، مصطفی. بیستید آقای علی و دفاع کنید. من واقعا خسته کردید منو تو این بازی. من تو رو شهروند کردم که موزت بیاد بالا تو این بازی که ایمانو تارگت کنی، چهار رو اتهام بزنی. مصطفی رو شهروند کردم که اون یکی یارم اتهام بخوره. امروز منو آوردین تو دفاع. شما دوتا به من رأی ندید، بذارید این دوتا به من رأی خروج بدن، یک شب مافیا تیرشو بزنه، بعد ببینید چقدر راحت بازی براتون در میاد. چهار قطعی مافیاست، اما حسن هم قطعی مافیاست. بچه شما فقط میخواهید اذیت کنید. استاد میگه برو بیرون وصیت کن، استاد من برم بیرون شاد بشینه بازی تمومه. رای گیری مجدد برای علی. آقای علی کلام آخر. آقا بازی که تموم شد، خسته نباشید واقعا با این بازی کردنتون، بی نظیر بودید همتون. استاد تو نگهبانی که شیلدت ریخته، این استایل بازیش زره. نیست. من تو رو روز یک شهروندت کردم، نذاشتم بهت اتهام بزنن. بین مسعود و ایمانم مسعود رو شهروند کردم که موضعش قوی تر بشه. امروز با رأی 4 و 9 من رفتم بیرون. تکاور بازی اگر شاد شد بین 4 و 9 بزنه. متشکرم آقای علی. اگه فردا بازی ادامه داشت این دوتا رو بدید. خسته نباشید، در پشت صحنه همراه باشید لطفاً. با الامان شب میشه و شهر به خواب میره. گروگانگیر، کسی که انتخاب میکنید امشب تواناییش رو از دست خواهد داد. به خوابه گروه مافیا بجز گروگانگیر. به خوابن کاراگاه. بخوابه پزشک. یک حرف انتخاب. بخوابه با علام من. روز میشه و شهر بیدار. خداحافظی میکنیم با شماره 3. آقای کیان خسته نباشید، پشت صحنه همراه باشید لطفاً. یک دور صحبت میکنید 25 ثانیه با چالش از شماره 10. چالش تو باید کامیرس. فقط شماره 9 هست، تو یه سوال دارم. به نظر تو 4 نفر ریسک کنیم یا نه؟ لایک یا دیسلایک؟ تایید یا عدم تایید؟ تایید یا عدم تایید؟ تو تایید نوبت.
ریس کنیم نداره. شماره 4 مافیای بازیه. اگر نگا همین الان دارم به دیگه احوال میگم. اگر میخوای تو کیاس با من دست ندی همین امروز من میدی بیرون. بازی تموم شه. من همین قد شو بهت میگم. فکت علی جوادی رو یک کدومتون نگفتین روزی استدلال. که با استدلالش خودم آوردم وقتی با تفنگ اینو زد. گفتم علی جوادی استدلالی که داری میگی لقه. چون زمانی ما به این سه تا رأی دادیم در حالی که یک شهروند اجماع شده بود. من وقتی 5 نفر به تو رأی 2 دادم به تو رأی 2 ندادم. مریضم به تو رأی 2 ندادم فرداش منو به عنوان موزه آگاه تام بزنین. بفرمایید. گفتم علی جوادی تو داری رأی مصطفی رو می‌خری، مسعودم اینجا شماره 10 شهروند داشت. تو با امیرحسین با شماره 2 روزک به 6 رأی دادی. درسته؟ من حتی آز شهروندی برای شانس. تو 5 رو هم دیگه گذاشتم. نفر بعد. آقا شاطنش هستم میگم ریسک کنیم، حالا میگی ریسک کنی باشه، ریسک کنیم به آقا از نظر من تو مافیای اون روزی که علی داشت میمد دفاعی تو رأی تأخیری چهارمو دادی که بیاد توی دفاعی که هیچ اصلا تاثیرگذار نبود. از نظر من پس تو الان قطعی مافیای بازی میتونی بشی. تو روخت داره به من میگه تو مافیای بازی. جدی میگم. قیافم غلط اندازه، همه فکر میکنن مافیام. آقا یه دقیقه گوش بده. من فکرم رأی گیری از شماره 10 من چه میدونم از این ور رأی گیری میشه. من رأی دادم. خب اون اصلا رأی تأخیری هم نده. باز من یه رأی تأخیری که دادم، اون رأی تأخیری هم که ندادی که. واقعا اذیتم کردی. منو بده بیرون میبازی. حالا بده بیرون. بفرمایید. رأی گیری میکنیم. رأی گیری برای امیرعلی. امیرحسین بیستید. واسه هر کی زرهت ریخته واسه ما نریخته. حسن. مصطفی. دفاع کنید آقای امیرعلی. آخه استاد تو که به اون رای منم رای ندادم. آقا من مافیا بودم یارم بود رای ندادم. تو خب تو که شهروند بودی، آگاه بودی، قدرتمند بودی، چرا رای ندادی؟ تو که با حزب گزینه رسیدی من مافیام. گفتی این که زرهش ریخته، این که تفنگ زده، اون که شهرونده، پس من مافیام. تازه نمیدی علی جوادی مافیا سیار نکه. بازی خوبی بود. رای گیری مجدد برای امیرعلی. کلام آخر. شهر ما پیروز شد. خسته نباشید دوستان پشت صحنه، تشریف بیارید لطفا. آقا ما شهروند دو شهروند صدام شما دارین با هم میذارید همه به کی برید میدونه تا پوت تو از تو ناامید نشدن و تا آخرین لحظه جنگیدن جواب میده. شهروندهای شهر ما با امیدی که داشتن تونستن شهرشون رو از مافیا پس بگیرن. ارادت.